جونم آقا کاری داشتین گفتیم من بیام؟ آقا خوبی؟ کاری داشتین گفتیم من بیام؟ میخوام لباسای پسرمو جمع کنم بدم به خیریه. اون چمدون رو بردار بیار. بذارش تو چمدون ببریم بدیم به خیریه. بریم آقا. باتون درد میکنه؟ دلم میخواست باهات بیام ولی پام یاری نمیکنه. اونجا یه رفیق دارم اسمش هست دکتر جلال مفخر، خواستم ببینمش. این ریموت ماشین پژمانه، اگه رفتی اونجا دکتر رو دیدی بهش سلام برسون، بگو قاسم گفت دلم تنگ شده چرا سر به من نمیزنی. چشم، خیالتون راحت، شما استراحت کنید، من اینا رو ببرم خیلی. آخ کاری با من نداری؟ نه، مواظب باش. چشم آقا. آقا با ماشین نمیخواد، من با موتور خودم میبرم. چرا؟ راحت ترم. خیالتون راحت باشه. مواظب خودت باش، چمدون بزرگیه. نه خیالتون راحت، با اجازت. خبرته؟ بذار بیام تو کارت. لازم نکرده، همینجا بگو. حالا دیگه وکیل میفرستی سراغ من؟ چاره برام نذاشتی؟ آخه این کارا چیه میکنی مادر من؟ وکیل یه طوری با من صحبت میکنه انگار من میخوام ارث و میراث خواهر برادرمو بخورم. مگه غیر از اینه؟ چه جوری بگم؟ به چه زبونی بگم؟ یکم صبر کنید، دندون سر جگر بذارید تا قرون آخرشو میدم. ببین اگه دیدی تا الان صبر کردم فقط به خاطر این بوده که خواهر برادرتون به هم نخوره، وگرنه که وکیل گفته اصلا بهشون بگم وکالتشون ازت پس بگیرن. وکیل گفته؟ بله. وکیل
شکل غلط کرده. کامیار، اگه تو این چند روز پول بچه‌ها رو جور کردی بهشون دادی که دادی. اگه ندادی باید به دادگاه. آخه شما که نمیری از من شکایت بکنی که. حالا ببین. باشه. یه چند روز صبر کنید. یه خونه‌ای خریدم الان گذاشتمش برای فروش. پولش که اومد دستم یه بخش از سهم بچه‌ها رو میدم. خداحافظ. تو اینجا چیکار میکنی؟ داشتم میرفتم با مادرتون صحبت کنم. تو با مادر من چه صحبتی داری؟ وسادت کنه. ناسلامتی بچه محلی. که چی بشه؟ محمود بونگایی میگفت خونه منو گذاشتین واسه فروش. گذاشته باشم به تو چه ربطی داره؟ من که گفتم پولم جوره. از کجا؟ البته تو از این حرفا زیاد زدی. یکی دو روز وقت بدین جورش میکنم. میخوای جون بچه‌مو قسم بخورم؟ اگه تا فردا جور شد شد، اگه نه خونه مشتری داره منم پولشو میخوام. خداحافظ. یه کاری کردم که این دختر قشنگ باورش شده بین من و آرش یه چیزایی بوده. آفرین. کارت عالی بود. من موندم اگه من نداشتین چی کار میکردین؟ ما اینیم دیگه. داشبورد رو باز کن. اینم پولی که با هم دیگه توافق کرده بودیم. خدمت شما. یعنی کار من تموم شد؟ آره. فقط وقتی بهت زنگ زدم باید بری شکایت تو پس بگیری. همه این کارا به خاطر این دختر رونا است؟ قرار شد سوال بی جا نپرسی دیگه. به سلامت. خدا نگهدار. سلام. 10 تومن ازش گرفتم. تازه اولشه. این لیست امرای هفته قبله. مورد اول تا حالا چند بار تکرار شده. چند تا انتقاد و پیشنهاد اینا داشتیم که اونا رو میگم پرینت بگیره بهتون. ممنونم. اینا رو آقای جواب مردی دیدم خانم اینا بهشون نشون دادم اتفاقا بر شما ریس شده کرده رونا یلس من دارم میرم کارخونه ولی قبلش میرم حساب مشترک خالی میکنم اینجوری فقط اختلافامونو بیشتر میکنیم نمیخوام آرش پولی برداره بر نمیداره مطمئن باش مطمئن باشم از کجا اگه برداشتی چون من میشناسمش نمیکنه این کارو تو هم ول کن دیگه دعا کن بر نداره شما اینا رو داخل کنید. سیدیا همین نیست. آره بودشون داخلشون. سلام. با خانم نظری کار داشتم. بله یه لحظه. سلام. بفرم. خوبی؟ خوش اومدی. مرسی. بفرمی. مرسی. چیزی از بنفشه فهمیدی؟ بله. بهت گفتم که بنفشه شاکری کلن پیل است. خب اصلا چیزی بین اون آرش بوده یا نه؟ والا هر کی یه چیزی میگفت. ولی ظاهرا آرش رو دوست داشته.
یا حداقل خودش اینطوری به بقیه گفته، ولی آرش رو نمیدونم. نسرینم چند وقت پیش دیدتش، بهش گفته که آرش رو پیدا کردم و هنوزم دوستش دارم. حتما اینجا هم اومده. آره رفته شکایت کرده که این برنامه رو من با آرش نوشتم و سهم میخوام. از این هوش و استعدادا بعیده داشته باشه. این حتما میخواد آرش رو اذیت کنه. حالا برای شما چه فرقی داره؟ شما که همدیگر رو دوست دارین، حالا اون هر چی بگه. سلام علیکم. سلام، حال شما خوبه؟ متشکرم. آقا رامین هست؟ نه خیلی تشریف ندارن. خانم نظری چی؟ حالا خانم نظری مهمون دارن. این شوهر سابقت نیست؟ اینجا چی کار میکنه؟ با رامین کار داره. خیلی خوب، من دیگه برم. بر کارم یادت نره زنگ بزنی. باشه، ممنون. قربونت برم. خب کارا چطور پیش میره؟ خوبه، خدا رو شکر سایت اومده بالا. خب اچ، خدا رو شکر. سلام. سلام، حال شما؟ ببخش میبینمت. سلام. رامین نیست؟ نه، من اومدم فقط بهش بگم خیالش بابت اون دختر راحت باشه. بنفشه شاکری. دارم رازش میکنم از شکایت صرف نظر کنه. چجوری؟ یکم بد قلقه ولی با پول راضی میشه. زیر بار پول نمیره. من راهش رو بلدم. رونا، من دیگه اون آدم سابق نیستم. نمیخوام اذیتت کنم. ولی دارین این کارو میکنی. آخه تو اصلا من فرصت نمیدی حرف بزنم. ما حرفی با هم نداریم. شما الان اینجا فقط یه سرمایه گذاری. هیچ ربطی هم به من نداری. ولی من هر کاری کردم به خاطر تو بوده. آقای عرفانی، اگر این پول به خاطر من گذاشتین تو شرکت، با رامین صحبت کنین، شرکتتون رو بزنین به هم. من ترجیح میدم این پروژه بخوابه تا اینکه هر روز بخوام با شما سر کله بزنم. دست از سر من بردارین، برین دنبال زندگیتون. خب فقط همین نبوده، دوست داشتم کنارتون باشم، کمکتون کنم. اگه از دستم بر بیاد البته. من چند بار باید به شما بگم آدم دیگه یه دوست دارم؟ خب این آدمی که میگین دوستش دارین کجاست؟ من این همه اومدم اینجا ندیدمش. همیشه ناراحت و مضطربی. دیدن شما ناراحتم میکنه. یکم بیشتر فکر کن رونا، شاید انتخابت غلط باشه. من الان میتونم بهتری زندگی برات بسازم. حاضرم هر کاری بکنم یه بار دیگه اون بله رو ازت بگیرم. دفعه قبل قدر ندونستم، نفهمیدم، البته دستم هم خالی بود. الان زندگیمو به باد میریزم. سلام جلال، خوش آمدی. قاسم به اون واکر عادت کردی؟ دیگه مجبورم به همه چی عادت کنم. برای خودت چایی بریز برده بیار. چای زیاد خوردم. با هم که رو درواسی نداریم. اومدم باهات حرف بزنم. اون پسری که توی خیریه اومده بود کیه؟ عصای دستم. فامیلته؟ نه نه نه، بیمارستان رفته بودم به دیدن پژمان، اونجا کمکم کرد. مسافرکشه. داغ بزرگی بود قاسم. پونه بیاد برات بهتر میشه. اونم بیاد هیچ فرقی نمیکنه. حفره اینجا به وجود اومده که با هیچ چی پر نمیشه. میفهمم.
جلال، من یه خواهشی میخوام ازت بکنم. میخوام بهم بگی تو اون تلفن آخری که پژمان بهت زد دقیقاً بهت چی گفت؟ پژمان گفت بابام با کسی دشمنی داشته، در حق کسی بدی کرده. گفتم چرا میپرسی؟ گفت میخوام بدونم. من هر چی فکر میکنم چیزی یادم نمیاد. قاسم، تو استانبول مغازه که داشتی شریک داشتی نه؟ آره، عزت. با اون که مشکلی نداشتی؟ نه، چه مشکلی؟ حیای دوشه مغازمون آتش گرفت، تمام جنسامون سوخت. وقتی خسارتمون از بیمه گرفتیم اون رفت دنبال کارکاسبی خودش، منم رفتم و این ماهی سر را انداختم. من فکر میکنم بهتره بری پیش عزت، شاید اون بتونه بهت کمک کنه. اون سال هاست که ندیدمش، از کجا پیداش کنم؟ ببینم، یادت نمیاد کجا مغازه گرفت، چه کاریو شروع کرد؟ رفت دنبال کاسبی کیف و کفش تو سپهسالار. تازه از کجا معلومه که تا حالا زنده مونده باشه؟ او اگه زنده نباشه بچه هاش که هستن. حالا برم یه چای بریزم. جانم مامان جان، کار شرکت خوب پیش میره؟ بله خدا رو شکر. پس کم کم باید بریم خواستگاری، یه شیرینی بخوریم که تکلیف این دخترم روشن بشه. رونا خوبه؟ چی شد یه سراغ رونا رو گرفتین؟ هیچی، دیدم این چند روز حرفی ازش نمیزنی، گفتم ببینم چیزی شده. چیزی نشده. پس اومده بود اینجا چی کار؟ کار داشت. سلام. سلام. رونا اومده بود اینجا؟ بله، دیدم دم در تو ماشین نشسته بودن، داشتن جر و بحث میکردن. داداش نگفت سرشی دعواشون شده؟ نه، ولی یه چیزی هست که رونام اینقدر نگرانشه. نه چیزی نیست. من وقتی بچه هم بهم دروغ میگن میفهمم، همونطور که تو دروغ گفتی فهمیدم. سامان باز بهت زنگ زده. از رامین خبر داری؟ پیام داد گفت تو راهه، داره میاد. کارش خیلی زیاد شده. میگم تو شکایتتو نمیخوای پس بگیری؟ برگرد کارخونه بابا پس میگیرم. برگشتی دیگه مادر؟ به من گفت موقته، میگفت حال بابا خوب شد دیگه کاری به کارخونه نداره. ما الان خیلی تحت فشاره، تو حداقل دیگه بیشترش نکن. من باید به فکر زندگیم باشم مامان، نباید باشم. همه این کارهایی که دارم میکنم برای همینه که ما یه سر و سامونی بگیرم از این وضعیت در بیایم. میدونم مادر، حق با توه. صدمه دیدی، چشت ترسیده، همه اینا درست، ولی رامینم یکی رو میخواد پشتش باشه. میبینی که همه سعیش هم داری میکنه. من باید چی کار کنم مامان؟ منم از صبح تا شب دارم تلاش میکنم پولامون رو جمع کنیم بریم سر خونه زندگی خودمون، از این وضعیت بلا تکلیف در بیاییم. رامین انقدر دست دست کرد که دیگه اون خونه هم از دستمون رفت. با این پولی که ما داریم کجا رو میشه گرفت؟ من مطمئنم رامینم دلش میخواد شما زودتر از اینجا برید. دوست داره زندگیش مستقل بشه، بچه دار بشه. ولی اینجوری که تو تحت فشار قرار گذاشتیش
دل سردش میکنی. سلام بابا. سلام. خسته نباشی. ممنون. چرا اینقدر دیر اومدی؟ رفتم سراغ بیات و رمضان رو. خودشونو کشتن که چه کارو بگیرن و جسد رو پس بده. ولی قبول نکرد. پس نشه به چه درد میخوره. تاریخ شکارم عوض کردم. بهشون گفتم که میذارمشون به حساب. اگه پاس نشه دیگه برگشت میزنم. نجب اوزایی. اینا یعنی مشتری های قدیم و خوشقول و خوش حسابمون بودن. شام خوردیم بابا؟ بله بفرمایید. پس فعلا. سلام. سلام مادر. خسته نباشی. خیلی ممنون. سلام. سلام. بذار خودم برات گرم میکنم. نمیخواد. هر شب خواهی همین موقع بیای خونه؟ اینجوری مریض میشی یا؟ ای برات مهمه؟ رامین من الان جنگ و دعوا ندارم ها. پولتو به زور از من گرفتی، مریتم میخوای، الان به من میگی جنگ و دعوا ندارم؟ یه بار خواستم دو کلمه مثل آدم با هم حرف بزنیم. هر وقت شکایت تو پس گرفتی بیا با هم مثل آدم حرف بزنیم. برو کنار. پاشو وقتشه. وقت اجرای حکم. پاشو آقا. خواستم بکشه بشه. پاشو. من نمیخواستم بکشه بشه. پاشو. من خودش دارم از اون باده پرچت بدم کنم. من خودش دارم از اون باده پرچت بدم کنم. نمیخواستم ببینم. بدم کنم میگشم. نمیخواستم بکشه. من نمیخواستم ببینم. بدم پاشو. خداحافظ ماما جان. آرش ماما جان نگران من و رونا نباشین، چیز خاصی نیست. من نگران یه چیز دیگه ام. این شادی همش تو فکره. باز آگاهی بوده؟ باز این پسره زنگ زده؟ به من نمیگه ولی فکر کنم امروز باهاش قرار داره. من میخوام این سامانو بدم دست پلیس. مامان جان ول کن، بذار پلیس کار خودشو بکنه. میترسم آرش. قربونت برم، از چی میترسی؟ نمیدونم ولی دلم مثل سیر و سرکه میجوشه. شادی دوستش داره. آرش محض رضای خدا
چرا تو یک کلمه با حرف میزدن میخوای دعوام رو فر را بندازی؟ مامان جون شما نمیبینی؟ این همه مدت این پسر اینو سر کار گذاشته اون وقتی هنوز دوستش داره. برای همین میگم میترسم. میترسم بازم گولش بزنه. من خودم پیداش میکنم. آرش تو رو خدا بازم دعوام رو فر را نندازی. به حرفون فکر کردی؟ تصمیمتو گرفتی؟ اصلا فرض کن من باهات بیام خانوادم رو چی کار کنم؟ به ما اجازه ازدواج نمیدن. اونا وقتی ببینن هنوز به هم علاقه داریم مخالفتی نمیکنن. ساما من نمیتونم تا آخر عمرم مثل فراریا زندگی کنم. چی گفت مثل فراریا زندگی کنی؟ اگه تو بخوای از ایران میریم، بعد اجازه میگیریم میریم یه سفارت خونه حق میکنیم. یه کشوری که ویزا نخواد همین ترکیه زمینی هم میشه رفت. سامان بیا برو خودتو معرفی کن. من بهت قول میدم تا وقتی که بیگناهی ثابت بشه من پاد مایی میستم. اگه نتونم ثابت کنم چی؟ با بالاخره که بعد قاتل اون مرحوم رو پیدا کنم بعد امیدوار باشیم. به خاطر من اگه منو دوست داری. من نمیتونم بابا اگه منو بگیرن میفهمن تو گذشته اون با ما چی کار کرده. بعد میدونی حکمش چیه؟ میدونی حکمش چیه؟ قصاص، اعدام، اعدام هم میکنن. خب شاید اگه پدرش بفهمه که تو این زندگی چی به سر تو اومده نظرش عوض بشه. مگه خاله بازیه؟ بابا قتل موضوع. بابا تا 100% چیزی ثابت نشه کسی بالای چوب ایدان نمیفرستن. من این کارو نمیکنم. من کارامو میکنم هر طور شده از ایران میرم. تو همین میخوای با من بیا. شادی پژمان رو نکشتم. خودم میدونم. شاید اگه میخواستی بکشیشون همه نقشه نمیکشیدی. برای چی خواهر منو بازی دادی ها؟ من نگاه کن، بازی دادی که رقم مزایده رو بگیری. آره فکر کردی بزرگتر نداره؟ اشتباه کردم. به خدا من شادی رو دوست دارم. اسم خواهر منو نیاد. برای چی باش قرار میذاری ها؟ باز چه نقشه ای دادی؟ نقشه چیه؟ هیچی. من دوستش دارم شادی و میخوام با هم دیگه. بهت گفتم اسم خواهر منو نیاد، فهمیدی؟ اگه یه بار دیگه دور و برش پیدات بشه با همین دستای خودم خفت میکنم. دستاتو بنداز. فشار تو بکش میگم. آفیس بازرت کرد. دور و بر خواهر من نپدک.
هر چی دیدی از چش خودت دیدی. عکسشو دیدم بابا، چقدر قشنگه نوه عزیزم. اصلم من فردا پس فردا میخوام بیام تهران بابا. عزیزم با اون بچه کجا میخوای بیای؟ من هنوز سر مزارش نرفتم بابا، دارم میمیرم، قلبم داره میترکه. خب میفهمم، ولی چاره چیه بابا؟ تو الان باید به فکر بچت باشی. ببرمش دکتر، بهش میگم میارمش تهران. باریکلا بابا، هر کاری میکنی با اجازه دکترت باشه. من همش نگران شما، تنهایی اونجا چی کار میکنی؟ ستاره دیروز به هم سر زد بابا. حالش چجوری بود؟ خوب نیست، اونم ناراحت. کی باورش میشد این اتفاق بر بهش ما میفته؟ من هنوز باورم نشده بابا، هر روز منتظرم به زنگ بزنه. میفهممت بابا، منم شبها چشمم به این دره که باز بشه و پژمانم بیاد تو. چرا قاتلشو پیدا نمی کن؟ دیگه بهش فکر نمی کنم بابا. چرا؟ خب فرض کن پیداش کردن، برای من و تو چه فرقی میکنه؟ بچه داره گریه میکنه بابا، برو سراغ بچهت. گریه هم نکن بابا، اون بچه شیر تو رو میخوره، گناه داره. دلم براش تنگ شده بابا. من ازت خداحافظی میکنم بابا، مواظب بچهت باش. واقعا با قاتل پسرتون کاری نداری؟ لحظه شماری میکنم که بگیرنش. به دخترم اینجوری گفته که قصه نخوره، آخه اون بچه شیر میده. آخه کاری داشتیم به من زنگ زدیم بیا. میخوام برم پیش شریک سابقم، شاید از طریق اون بفهمم که چی شده، کی بوده که اومده سراغ بچه‌م. الو، چرا تلفن تو جواب نمیدی؟ دارم رانندگی میکنم. امروز آخرین مهلتت ها؟ حل جوره، تا ظهر میخوام. دارم میرم جایی، ممکنه یکم دیر و زود بشه، خبر میدم بهت. امروز کار واجب دارم من، نهایتا تا عصر. دلار باشه، جاشو بهت خبر میدم. بیام تو؟ چی کار داری؟ اداریه، به شما نمیشه گفت، شما به کاروبارات برس. اومدم اینجا بگم کارهای انتقال سند داره انجام میشه، کم کم باید جمع کنین از ماهی سر رو بریم. تا جایی که من میدونم اینطوری نیست. یعنی چی؟ من رفتم به داره توضیح دادم، قرار جلسه بذارم. خب فکر میکنی چی میشه؟ من برنده قانونیم. شما برنده قانونی نیستین، خواهر آقا پشمانم قراره بیاد. مثلا بیاد
چیکار میکنه؟ مطمئن باشین بیاد دست رو دست نمیذاره، نمیذاره اون زمین مال شما بشه. زمین که مال من هست. نیست. من میدونم. از کجا میدونی؟ سامان به شما رقم مزایده رو گفته. اینو از کجا میدونی؟ من خودم رقم بهش گفتم. سامان از پدر آقا پژمان کینه داشت، برای همینم دنبال رقم مزایده اینجا بود که به شما بگه آقا پژمانو بزنه زمین. پس به من نگین که سامان بهتون چیزی نگفته، من از همه چی خبر دارم. من که زیر بار نمیرم، ولی حالا منظورت از این حرفا چیه؟ منظورم اینه که شما خودتون خوب میدونین که با تقلب برنده شدین. اون زمین حق شما نیست. چند سالته دختر جون؟ میخواستم بهتون بگم قبل از اینکه خواهر آقا پژمان بیاد همه چی رو خودتون تمومش کنین، ولی حالا که هیچ جوره کوتاه نمیاین، بذارین بهتون بگم که منو کارمندای اینجا و همه کارگرای ماهیسرا به خواهر آقا پژمان کمک میکنیم تا ماهیسرا رو از چنگ شما در بیاریم. همه این حرفا تهمت. سامان کجا هست که بشه این موضوع ثابت کرد؟ زده پژمان کشته و رفته. سامان قاتل آقا پژمان نیست. اه؟ اینا از کجا میدونی؟ حتما هنوز باش در ارتباطی. ها، فکر نمی کردی خبر داشته باشم؟ نه؟ بالاخره منم آدم های خودمو دارم، پس جفتک ننداز، چون هنوز نمیدونی با کی طرفی. با قاتل پژمان ارتباط داری، میدونی پلیس به فهمت چی میشه؟ میشی شریک جور. ببین، میتونم لهت کنم، ولی اگه مثل بچه ی آدم سرت تو کار خودت باشه، شاید اینجا رو که گرفتم تو رم نگر دارم. فکراتو کردی؟ تو درباره من چه فکری کردی؟ فکر کردی من خانواده‌ام ول میکنم با تو میام؟ الان چاره دیگه ای داریم؟ من حرفامو زدم، دیگه همیش حرفی ندارم، هر کاری دوست داری بکن. نمیفهمم تو چته امروز، چرا اینجوری با من حرف میزنی؟ چی شده؟ هیچی. نه چی شده دیگه، داری دروغ میگی؟ بهرام اومده بود اینجا. خب که چی؟ از رابطه من تو خبر داشت، عشان کلی تهدیدم کرد که راجع به ماجرای تو قیمت مزایده حرفی نزنم. وقتی اومد میگه فرار کن. چی گفت؟ بهرامی. بله بهرامی. چیز خاصی نگفت. چیز غیر خاص چی گفت؟ وای، تو چرا بند کردی به بهرامی؟ اون یه آدم زبون نفهم میکرد چه دهنش در میاد میگه. این آدم نفهم هر چه دهنش در اومد گفت؟ نه کلی گفتم. ای دقیق بگو دیگه، من دارم با تو جدی حرف میزنم. ما الان چیکار به اون داریم؟ ما داریم راجع به خودمون حرف میزنیم، رفتن راه چاره نیست. نمیتونم بمونم. دیگه نمیتونی برگردی، دیگه نمیتونی بیگناهی تو ثابت کنی. بهرامی هم ماهی سرا صاحب میشه. من اگرم بمونم نمیتونم بیام جلو. اینجوری منو دوست داری؟ نمیتونیم با هم ازدواج کنیم حتی اگه بیگناهی من ثابت بشه. چرا این حرفو میزنی؟ تو از احساس من نسبت به خود خبر داری؟ داداشت چی؟ مادرت موافقم؟ امروز آرش اومد سراغم، چیزی بهت نگفت؟ نه. گفت دیگه دور و بر تو نباشم. پس تعقیبم کرده. قاتل آقا پژمان که پیدا بشه من خودم راضیشون میکنم. چی میگی؟ اصلا مسئلهش قتل پژمان نبود. بابا این گفت حتی میدونه کار من نیست. مسئلهش اینه که من با احساس تو بازی کردم.
من خودم حلش میکنم. اون الان نسبت به تو بی‌اعتمادم. بهشون حق نمیدی؟ چرا؟ چرا؟ ولی نمیتونم برای آینده‌ای که نمیدونم چیه اینجا بمونم. بابا خودت تو گفتی بابای پژمان فهمید انگیزه من انتقام بوده. خب آدم میفرسته میاد دنبالم پیدا کنه کارم زاره. خب تو هیچ کاری نکن. بعدم میشیم سر فرصت راجع به شرف میزنیم. یه تصمیم میگیریم دیگه. شادی. با این مرتی که برنامه دیگه دهن به دهن نذاشتم. دهن به دهن نذاشتم. تهدیدم کرد منم جوابش رو دادم. کاری نداری؟ این که اصلا باورم نمیشه این بلا سر پژمان اومده باشه. انتقام من رو از پژمان گرفت. اینجا چه غلطی میکنی؟ غلطو میکنی که خانم جوانمردی رو تهدید کردی. سرم کشته شد. رفته 50 میلیون از حساب مشترک پول بعد بتونم چه اتفاقی افتاده. شاید کاری از دستم بره. من تو بد مخمصه گیر افتادم. تو این شغل اینو بفهم. فقط داره خودتو بدبخت میکنه. وقتی که منو سر کار گذاشتی چه دیروز تعقیبم کردی؟ با این کاری که آرش کرد دیگه بهش اطمینان ندارم.